سلام دوستان امیدوارم حالتون عالی باشه در لحظه باشید و عشق کنی بعد از ماها و سالها گفتیم یک ویدیویی بذاریم و ببینیم اصلا داستان از چه قراره که من الان در این پوزیشن قراره گرفتم و دارم براتون فیلم میگیرم ببینید دوستان من این دستگاه جوجه کشوری که قبلا داشتم قبل که سالون داشتم اصلا داشتم اینو و توی ویدیو هم یکی دوبار فکر کنم نشون دادم کار ندارم داستان چیه همسایه یه دوتا تخم مرغ لطف کردن به ما دادن که محلی بود و خب اینا خروس هم داشتن گفتم شاید نطفه داشته باشه یهو به سر همزاد بیام داخل دستگاه بذارم شاید یه جوجه خوشگلی گرفتیم اینم بگم که من در حال حاضر هیچ پرنده ای ندارم بنا به تصمیماتی که گرفتم حالا کار ندارم اصلا فقط یه دونه مرغ دارم البته کوچیک بود که بالغش کردم الان که توی باغچه داره واسه خودش عشق میکنه میگرده دو تام هم تازگی جوجه دو ماهه گرفتم دو تا هستن همشون هم نژاد دارن دوتاشون تاشون نژاد سلطانن و یه دونه هم نژاد لهستانی. این دو تا هم که ما گفتیم بذاریم یه یادی کنیم از اون روزا این دستگاه بیکار نمونه ببینیم چی میشه این پرشایی که میبینید روی دستگاه اینجوری نیست توی ویدیو اینجوری داره میفته این دستگاه از شیشه حرفه و بیشتر برای پرندگان زینتی کاربرد داره ما مین تخم گذاشتیم تنظیم کردیم امروز چهارمین روزه دما هم از سی و هفت شیش تنظیم شده طبق دفترچه راهنما و رطوبت هم روی شست تنظیم شده این دستگاه خودش پمپ داره یعنی آب و میکشه به داخل اینجا یه پدی داره که رطوبت رو تأمین میکنه حالا من این پمپ رو نکردم چون شلنگش خراب شده بود و به صورت دستی دارم این کار رو انجام میدم که اینجا سه تا سوراخ گذاشته شده اینجا که زمانی که پمپ خراب شد به صورت دستی این رطوبت رو تأمین بکنی که با سرنگ من آب رو به داخل میریزم و هر چند ساعت یک بار این کار انجام میدیم که رطوبت ثابت باقی بمونه روز پنجم من میخوام تست نطفه بزنم که ببینیم چجوری جوری است یا نطفه داره یا نداره اگر نطفه داشت حتما براتون ویدیوشو میذارم و روند رو براتون توضیح میدم اگر جدا به دنیا با حتما فیلم میذارم که ببینیم چجوری هستش میخواستم این لحظه رو در واقع شیر کنم باتون و یک سلام علیکی هم کرده باشم و امیدوارم همگیتون عشق بکنید اگر پرنده دارید عشق بکنید و لذت ببرید و همین دیگه همیشه سلامت باشید و در لحظه باشید